ایران و گروه 5+1 برای سومین بار مهلتی را که خود برای پایان مذاکرات تعیین کرده بودند از دست دادند. دو طرف مذاکره کننده تصمیم گرفتند مذاکرات را تا 7 ژوئیه برابر با 16 تیر ماه تمدید کنند. در نخستین روز از ادامه مذاکرات، جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بار دیگر با هم دیدار کردن. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین اتریش محل برگزاری این مذاکرات با ماست. نیلوفر، گفتگوها در وین چطور داره پیش میره و آیا این تمدید 7 روزه از سرعت اون کم کرده؟ در حال حاضر که ما با هم صحبت می‌کنیم، در پلکوبورگ محل برگزاری مذاکرات، آقای کری، آقای ظریف به همراه آقای مونیز و آقای صالحی و همینطور خانم اشمیت و معاونانشون و کارشناسای اتحادیه اروپا دارن دیدار رو گفتگو می‌کنن. در ابتدای این دیدار، وقتی که بخش از خبرنگاران و عکاسان رفته بودن داخل اتاق و که عکس بگیرن و فیلم بگیرن، یکی از خبرنگاران از آقای ظریف می‌پرسه که برای چی این مذاکرات رو تمدید کردین، و آقای ظریف تاکید می‌کنه که مذاکرات تمدید نشده و ادامه پیدا کرده، برای اینکه ما پیشرفت کردیم، پیشرفت می‌کنیم و اومدیم اینجا که مذاکرات رو ادامه بدیم و به یک پیشرفت بیشتری دست پیدا بکنیم. صحبت‌های آقای ظریف خیلی با قطعیت و با قطعیت اعلام شده در واقع توی این جلسه از صحبت از پیشرفتش. همینطور خبرگزاری ایرنا هم به نقل از منابع ایرانی گزارش داده که کار بر روی زمائم متن توافق توسط کارشناسا به پایان رسیده و حالا باید معاونان در واقع کار رو دنبال بکنن. به این شکل بوده توی این روزهای گذشته که اول کارشناسا کارهای فنی و تکنیکی رو انجام میدادن، متن رو مینوشتن، بعد از اون در سطح بالاتر بررسی میشده. این به این معنیه که کار فنی و تکنیکی تموم شده و حالا نوبت تصمیم‌های سیاسیه. قبل از این گفته میشد که نوشتن این زمائم کار سختی بوده و پیشرفت روی اون بسیار کند پیشرفته. به هر حال این صحبت‌ها ادامه پیدا میکنه، در ساعات آینده هم به همین شکل قرار هست گفتگوهای کارشناسی هم در جانب اون ادامه پیدا بکنه. گفته میشه که روز گذشته آقای صالحی و آقای مونیز دیدارهای طولانی رو داشتن و گفتگوهایی رو با هم انجام دادن. آقای صالحی قبل از این به دلیل بیماریشون در این مذاکرات حاضر نشده بودن و الان حضورشون رو ناظران در اینجا خیلی مفید میدونن که میتونن کارها و کمک‌های زیادی بکنن. دیروز هم آقای کری دیدارهای دیگه رو داشتن، به غیر از دیدار با آقای ظریف با آقای لاوروف هم صحبت کردن. با وجود اینکه آمریکا به هر حال در حال حاضر یک مقدار مشکلاتی داره با روسیه بر سر اوکراین، ولی با وجود این بحث در بر سر موضوع ایران گفته شده که این دو کشور همکاری مستقیم و خوبی با هم دارن. و اشاره کردین نیلوفر به اینکه زمان گرفتن تصمیم‌های سیاسی فرا رسیده. گفته میشه که وزیران خارجه هم از فردا ظاهرا به این مذاکرات ملحق میشن. بله، گفته شده که وزیر خارجه چین قرار هست فردا به اینجا بیاد احتمالاً و آقای فابیوس، ولی این در احتمال خیلی نزدیک به یقینه، ولی به غیر از اون چیزی که تایید شده حضور خانم موگرینی هست، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که قرار هست فردا به اینجا بیاد و گفتگوهایی رو داشته باشه برای پیشبرد مذاکرات. از طرف دیگه خبرگزاری‌های ایرانی هم نقل می‌کنن که فردا قرار آقای ظریف با آقای اشتاینمایر و آقای هموند وزرای خارجه آلمان و بریتانیا دیدار بکنه. هنوز حضور این دو نفر تایید نشده، ولی اگر به این دو وزیر خارجه هم به اینجا بیاد، به معنای اینه که تا آخر هفته ما شاهد رفت آمدهای بیشتری خواهیم بود و کار بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردیم در این چند روز ممکنه پیش خواهد رفت.